خواهیم که بگیم آیا کسی دوچاره همچین علائمی شد چی کار میتونیم براش بکنیم؟ اقدامات اولیه تا اقدامات ثانویه و الاخر. اقدامات اولیه، بدن طرف دیگه قدرت حرکت کردن نداره، یعنی میلی به حرکت کردن نداره به خاطر اون کرامپ یا اون خستگی یا علائم دیگه، اون سستی و کرختی که داره، سستی و کرختی هم که جزء علائم هست، میل به راه رفتن نداره. یه جا سایه باشه، یه جا خنک باشه بشینه. اگر حالت تهوع نداشت، محبت کنید یه مقدار آب خنک، نوشیدنی خنک بهش بدید. اگر حالت تهوع داشت، حالا در دسترس اگر بود، یه قالب یخ کوچیک بگذارید داخل دهانش، میک میزنه تا درجه حرارت بدنش بیاد پایین. یه کار خیلی مهمتر، خون بدن رو خنک بکنیم، یعنی شریان هایی که مثل کاروتید گردن، زیر بغل یا کشاله ران پا هست رو خنک بکنیم با پارچه خیس، با حوله خنک، تا خون خنک توی بدن گردش داشته باشه. این خیلی مهمه. خود در واقع خون خنک، این رگ هایی که این بغل هست رو، رگ های اصلی، شریان رگ، آره، اونا رو که خنک بکنیم، خون خنک توی بدن جریان پیدا میکنه، نه فقط توی نقطه ها، حالا گردن هست، زیر بغل هست، کشاله ران پا هست. اگر براتون مقدوره یه دونه حالا ملافه خنک یا مرطوب بگذارید روی بدنش، و از اون طرف هم مثلا یه بادی رو براش، پنکه چیزی رو براش هماهنگ کنید، و اگر تو همین هین به لرز افتاد، باز پنکه رو فقط بگذارید کنار، ولی اجازه بدید بدن خنک بشه. وقتی بدن خنک بشه، خون خنک توی بدن جریان داره، بدن رو خنک میکنه. نکته مهم این هستش که ما یه چیزی رو متاسفانه، حالا بگم خیلی جاها باب شده، به محض اینکه هر اتفاقی میافته، حالا یا آب یا آب قند یا مایعات به فرد مصدوم میدن. یه خواهشی از شما دارم، از شما مردم نازنین، این که اول مطمئن باشیم چی شده، علائم چی هست، علائم محرز برای گرمازدگی، و بعد از نوشیدنی استفاده کنید. مطمئن باشید که حالت تهوع و یا استفراغ نداشته باشه، از اون طرف بیحال باشه ولی هوشیار باشه، بیهوش نشده باشه، که اجازه استفاده از مایعات رو براش داشته باشید. اگر بیهوش شده باشه خطرناک میشه اوضاع؟ 100% خطرناک میشه. چه چیزهایی رو دیدیم باید احساس خطر کنیم؟ علائم حیاتش داره کند تر میشه، تنفس و نبضش داره کند تر میشه، ضربانش آهسته تر داره، ضربان آهسته، بعد از اون طرف هم نسبت به هوشیاری عکس العملی نشون نمیده، با صدا کردن، با تکونش دادن عکس العملی نشون نمیده. اینجور مواقع دیگه نباید بهش چیزی بدید بخوره، بگید آقا یه مقدار مایعات خنک حالتو جا میاره، نداریم. مطمئن باشید اگر این اتفاق افتاد، بدون حالا هیچ فوت وقت و اینجور چیزا، اول از همه نیروهای عملیاتی امداد، اورژانس و یا دوستان عزیز ما توی هلال احمر رو حتما خبر بکنید. اگه به اینجا رسید دیگه زنگ بزنید. آره، اینجاها که 100% که کارهای تخصصی رو دوستان عزیز ما توی فوریت ها انجام بدن. شاید هم تلفنی بتونن راهنمایی بکنن حداقل. حتماً همین طور هست. وقتی شما تلفن 112، تلفن 115 رو که میگیری، چون اینا کارگروهای تخصصی فوریت ها هستن دوستان عزیز من، در اورژانس و در هلال احمر که 112 باشه و در اورژانس که 115 باشه، از شما یک سری علائم میخوان. شما علائم رو نگاه میکنی روی فرد مصدوم، آیا صادق هست، یعنی وجود داره یا نه. این علائم رو که به اون تکنسین و اون اپراتوری که پشت اون تلفن هست بگید، اونا راهنماییتون میکنن که چیکار بکنید، این کارو بکنید. همکارای ما تو راه هستن، دارن میان. این نکته هم بگم که فردی که بیهوش شده هیچ چیزی نباید بخوره، سرش رو به یک طرف برگردونید، علائم حیاتش رو چک بکنید. اون برگردوندن سرم به یک طرف به خاطر اینه که مواد استفراغی و اینها بر نگرده توی و مرید و خدای نکرده دچار خفگی بشه. این خیلی مهمه، حتما حتما به این موضوع دقت بکنید. و توی این عزاداری ها ضمن التماس دعا از همه شما مردم نازنین، این جمله رو خدمتتون عرض بکنم، محبت کنید این پیاده روی که دارید توی این مراسم حالا تاسوعا و عاشورا اینها، یه زمان بندی براش در نظر بگیرید. حتما یه مقدار مایعات خنک با خودتون ببرید و مراقب کوچکترا، مراقب افراد سن و سالدار باشید، تا اونجایی که براتون مقدوره زیر سایه قرار بگیرید. و حالا یا میخواهید عزاداری بکنید یا نظارگر یک عزاداری هستید، محبت کنید یه جایی هستش که اولا محل تردد خاص نباشه، دوما توی سایه باشه، سوما اون مایعات همیشه همراه خودتون باشه. من در خدمتتون. خواهش می‌کنم.